وزارت اطلاعات سی آبان انهدام یک گروه تروریستی را در یک از شهرهای کردنشین آذربایجان غربی اعلام کرد. همزمان وزارت کشور صحبت از دستگیری تروریست‌هایی کرد که برای انجام عملیاتی به داخل کشور از مرزهای غرب نفوذ کرده بودند. فرمانده سپاه نبی اکرم در کرمانشاه گفت اعضای یک گروه تروریستی وابسته به داعش هم در این استان دستگیر شدند. آیا واقعا غرب کشور به منطقه‌ای تبدیل شده که نیروهای داعش در آن حضور دارند و هر آن می‌توانند وارد مرحله عملیاتی بشن؟ این پرسش رو با حسن حاتمی، فعال کرد و نویسنده کتاب پروسه اسلام سیاسی و تشکل‌های اساسی آن در ایران در میان گذاشتیم. من فکر نمی‌کنم مسئله داعش در کردستان ایران با اون شدت و حدتی که جمهوری اسلامی میگه وجود داشته باشه و فکر میکنم از نظری جمهوری اسلامی داره تبلیغ میکنه و شاید خودش رو برای سرکوب فعالان مدنی و سیاسی در اونجا آماده میکنه و به اسم داعش میذاره و بخش دومم اون حالت نظامی امنیتی که همیشه در کردستان بوده که اگه بخواد پررنگترش بکنه عللش همین باشه که این مقامات دارن اجرت صحبت میکنن و الا بایستی مسئله داعش رو در چارچوب زمینه اجتماعی هم جست. در زمینه اجتماعی کردستان در ایران فکر نمیکنم که اون داعش در جاهایی که مثلا در سوریه و عراق رشد کرد بتونه در ایران همین پایگاه رو داشته باشه. تنها شاید پاشنه آشیل این مسئله در این رابطه تبعیض برای سنی ها و تبعیض برای مردم در مجموع باشه در سنی های ایران عرض می کنم و در نتیجه برای ملیت های تحت ستم در ایران از طرف دیگه و الا اون زمینه ای که مربوط میشه به داعش من فکر نمی کنم در ایران یا در کردستان ایران وجود داشته باشه با اون وسعتی که در عراق یا در سوریه یا در جاهایی که به علت عقب‌ماندگی های فکری و فرهنگی یا سنی بودن یا صرفا مسئله مذهبی بتونه این رشد را داشته باشه که جمهوری اسلامی این مانوری که الان ادعا میکنه روش بتونه تمرکز بکنه و افکار عمومی اینو ازش قبول داشته باشه. میشه گفت که تعداد معدودی حداقل از کردهای ایرانی به داعش یا حکومت اسلامی پیوستند یا میتونن در آینده بپیوندن؟ ببین از سال 2003 به اونور که مسئله براندازی صدام حسین از طرف آمریکا و نیروهای متحد پیش اومد، اون نیروهایی که مخصوصا در منطقه حلج و در جاهای دیگه اسلامی بودند در مرزهای ایران مستقر بودند و ضمناً در اونجا فعالیت داشتند و داخلا ارتباط داشتند با بعضی از فامیل‌ها یا افرادی که شاید جمهوری اسلامی دوست داشت با اینها به شکلی میدان داده بشه تا برای خودشون نیرو یا عضو جمع بکنن و از اون زمان تا کنون شاید جمهوری اسلامی اگه داعش وجود داشته باشه اجازه دادن تولید شدن داعشی ها به وسیله خود جمهوری اسلامی بوده برای روسایی که خودش در نظر داشته که وضع بدتر بشه شاید بتونه ازشون به شکلی با عنوان آتو استفاده بکنه و در جای دیگه برحال با توجه به اسلامی بودن بیشتر افراد منطقه در میان جوانانی که بیکارن تحصیل کرده هستن ولی بازم کار ندارن، کارخانه ای نیست و ضمناً میشه گفت از همه بعدهای اجتماعی و فرهنگی که بگیریم در محدودیت قرار میگیرن، شاید کسانی هم باشن که با اینا همکاری بکنن با توجه به اینکه اینا رو تصویب میکنن، اینا رو بهشون وعده‌هایی میدن در این دنیا، در اون دنیا به خانواده، شاید بعضی افراد هم بتونن در این رابطه جذب بشن ولی من فکر میکنم بیشتر افرادی که مخصوصا از جوانها که بر علیه داعش با نیروهای کردی الان دارن بر علیه داعش میجنگن شاید خیلی بیشتر از داعشی هست ولی اون در اخبار به حساب نمیاد. شاید نیروی اندکی که در این رابطه وجود داشته باشه، من هیچ آماری ندارم و این کارم نمی کنم که با توجه به وضعیت اجتماعی افراد در کردستان ایران و با توجه به وضعیت جوانان و مردم و بخصوص این 37-8 سالی که جمهوری اسلامی از روز اول
بر علیه کردها وارد مبارزه خیلی سخت و جهادی و شده، میشه گفت که این گرایش شاید در نسل جوان به وجود داشته باشه به علت سرخوردگی هایی که در داخل خواهند داشت. شما کتابی در رابطه با اسلام سیاسی نوشتید. آیا اسلام سیاسی در کردستان ایران ریشه تاریخی داره و میتونه در آینده هم باز نقشی داشته باشه؟ بله، البته کتاب من با توجه به اینکه اسلام سیاسی در ایران و تشکل‌های مهم آن هستش و بیشتر من تمرکز کردم روی احزاب مخصوصا سال 1320 به این ور، میشه گفت در مورد کردستان که مورد سوال شما هست، از سال 42 به این ور که نهضت آقای خمینی شروع شد بر علیه هم از طرف رفرم شاه و هم از طرف کاپیتالیسیون و مجموعاً مبارزه‌ای که با شاه وارد شد و به گیر و بندهایی که اون زمان درست شد، آقای مفتیزاده شاید جزو کسانی بوده با وجود اینکه خودش عضو حزب دموکرات کردستان در اون زمان بود، ولی در زندان با نزدیک شدن به آقای بازرگان و آقای طالقانی و دیگران که ملی مذهبی ها امروز محسوب میشن و شاید نزدی آزادی بیشتر بودن، آقای احمد مفتیزاده این تفکر رو پیدا میکنه و در سال 55 از تهران میاد به کردستان و اول مدرسه قرآن و بعد مکتب قرآن رو تأسیس میکنه و تا زمانی که آقای خمینی در 28 مرداد سال 1358 دستور حمله به کردستان رو داد و شاید آقای مفتیزاده خودش رو رهبر سنیان هم کردستان هم ایران به شکلی حساب می آورد و حتی در اسفند سال 1357 قبل از اینکه جمهوری اسلامی با کلمه آریونه تأسیس بشه، در مسجد جامع آقای مفتیزاده سخنرانی رو ترتیب داد و کسانی به عنوان هیئت نمایندگی از طرف تهران رفتن اونجا که شامل آقای طالقانی، بنی صدر، بهشتی و رفسنجانی بود و در مسجد نوشته شده بود فقط جمهوری اسلامی و از طرف دیگه هم عکس آقای خمینی و یک به اصطلاح لا اله الا الله و محمد رسول الله گذاشته بود در مسجد که معمولا در جاهای کردستان با توجه به قوی بودن و سابقه دار بودن و تاریخی بودن حزب دموکرات کردستان و بعدا ملحق شدن کومل به این حزب در مبارزات خودش بعد از اسفند سال 1357، گفتمان و گفتار بیشتر ملی سکولار بود و آقای مفتیزاده را هم میشه گفت در زمره ملی مذهبی های کرد میشه به حساب آورد، ولی بعد از اون حمله که عرض کردم اون به کرمانشاه رفت و شورای اسلامی سنی رو بنیان گذاشت و بعد با آقای سبحانی که در رابطه با اخوان المسلمین قرار داشت این حزب رو بیشتر راهنمایی پیش بردن بعد از تأسیسش و بعدا آقای مفتیزاده رو دیدیم که دستگیر شد، متاسفانه حدود 7 سال در زندان انفرادی بود و بعد از 10 سال متاسفانه به خاطر شکنجه هایی که در زندان متحمل شده بود با یک عمل جراحی در تهران درگذشت. میشه گفت این فصل فقط در اسلام سیاسی کردستان رو میشه همراهی با اون اسلام سیاسی که در ایران به جمهوری اسلامی منجر شد، این خانش رو بتونیم ازش داشته باشیم که فقط در این زمان میشه اینو به حساب آورد که همراهی کردها با اسلام سیاسی در این مقطع بود. شما اشاره به گذشته کردید. آیا این اسلام سیاسی و افراطی نمیتونه به کردستان ایران برگرده؟ نه، به اون شکلی که قبلا بود نه، چون الان ما 38 سال هم تجربه جمهوری اسلامی را داریم که تجربه خیلی بد، سیاه، خشونت آمیز و ضد انسانی و ضد حقوق بشری هست و ضمناً کردهایی که در این ور مرز هم خودشون ادعا میکردن یک زمان جمهوری اسلامی مخصوصا در منطقه حلب جو اینها یک حکومت محلی تا حدود خود مختار داشتن، نتونستن اون داده هایی اون مطالباتی رو که مردم کرد بایستی در اونجا داشته باشن به نسبت جاهای دیگری که همه در زیر سقف پرواز ممنوع و منطقه ممنوعه عمل میکردن، دموکراسی، سکولاریزم، احزاب متفاوت سیاسی بودن، تلویزیون هایی که مربوط میشه به دنیای امروز
و زندگی بعضی که با رنگهای متفاوتی در این بخش کردستان دیده می شد در بخش اسلامی بغیر از رنگ سیاه و غیر از چند همسری و غیر از اجحافایی که اسلام سیاسی اونجا می کرد نمی تونه در کردستان ایران این جذابیت رو داشته باشه و اینو همیشه اضافه کرد که در کردستان ایران پیشینه از سال 1880 به اینور کسانی که شیخ بودن، کسانی که رئیس عشیره بودن، کسانی که روحانیون برجسته بودن همه در جنبش ملی کرد یعنی ملی مذهبیش میشه گفت تا سال 1321 حتی تجدید حیات کرد در اونجا تأسیس میشه و بعد از 3 سال به حزب دموکراتیک کردستان تبدیل میشه و خود قاضی محمد که یک قاضی و در عین حال روحانی هم بود اولین رئیس جمهور کردستان در اون مقطع بوده این در سال 1325 و ضمناً که موقعیت کاریزماتیکی که بعد از اعدام اون از طرف پهلوی دوم یا محمد رضا شاه به وجود آورد میشه گفت اکثر روحانیون با نفوذ در کردستان همه تا سال 1357 اگه فعالیت سیاسی داشتن بیشتر با حزب دموکراتیک کردستان همکاری داشتن یا پشتیبان بودن یا اعضای برجسته بودن و در صفوف حزب دموکراتیک کردستان هم تا الان هم روحانیون برجسته بودند و دبیر کل این حزب استاد عبدالله حسن زاده از روحانیون خیلی برجسته اون زمان در نسل دوم حزب بود که میشه این همه رو جمع کرد در اینکه بعد از اینکه دوستان کاملا هم اومدن با ما هم رزم شدن در این 38 سال شاید روحانیون هم حتی به چپ درایش پیدا کردن مخصوصا استاد شیخ عزالدین حسینی که هم شخصیتی مستقل و تا حدودی چپ بود و این زمینه رو از نظر تاریخی و نظر اجتماعی بیشتر میشه گفت نیروهای چپ سکولار یا اسلامی های ملی بیشتر دارن تا اسلام سیاسی چه به سبک خمینی چه به سبک داعشی چه به سبک میان روهای اخوان مسلمین. خب در یکی دو سال اخیر تعدادی از کردهای سنی ایرانی اعدام شدند، عده دیگری به حبسهای طویل المدت محکوم شدند و گروهی هم حکم اعدام داره و در انتظار اجرای اونه. آیا همه اینها دلیل بر وجود یک بخش افراطی در میان سنی های کرد ایرانی نیستش؟ شاید از نظر یک کارهایی که انجام دادن و مخالفت های با جمهوری اسلامی داشتن و موقعیتی که الان در منطقه است که شاید گروه های محدودی هم در این رابطه باشن و قبلا موحدین رو ما در پیرانشهر و اطرافش داشتیم در دهه 70 و اینها، این گروه ها ظاهرا درست میشن ولی اونقدر اگر در فضای دموکراتیک و فضای بازی اجازه داده بشه کردستان ایران با سایر ملیت های تحت ستم و همه آزادی خواهان در ایران یک حکومتی رو داشته باشن که انتخابشون آزاد باشه، رشد اینها در صندوق های رای خیلی کم خواهد بود ولی انسداد سیاسی و جلوگیری از فعالیت اجازه ندادن جلوگیری از فعالیت های سیاسی و اجازه ندادن احزاب و این وضعی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و حتی به جامعه مدنی هم اجازه حضور نمیده و حتی به احزابی که در داخل هم با توجه به در چارچوب قانون اساسی میخوان فعالیت بکنن و اینها اجازه نمیده، شاید رشد اینها بیشتر در این فضا باشه و در فضای دموکراتیک و آزاد اینها رشد و چیزهای قابل توجهی نخواهند داشت. ولی اینو بایست اضافه کرد که یک نفر مسلح شاید بتونه یک شهری رو به آشوب بکشونه ولی شاید هزاران انسان سیاسی متحد بتونن شهری رو سالم نگه دارن. با سپاس فراوان از همراهیت. متشکر از شما و بینندگان عزیز شما که تا الان با ما بودند.